از سوره احزاب میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. و آنگاه که از پیام آوران پیمان گرفتیم، از تو، از نوح، از ابراهیم، از موسی و از عیسی ابن مریم، و از آنها پیمان و تعهدی بس گران گرفتیم. کدوم تعهد؟ چون بر این سیاق، پس از تک تک آدمیان و آدمیزادگان هم تعهد گرفته شده. در جهانبینی انقلابی توحیدی، از اونجایی که همه چیز سمت و سو و هدف داره، از اونجایی که جهان پوچ و بی‌معنا نیست، از اونجایی که با یک هستی و آفرینش خود به خودی و تصادفی مواجه نیستیم، پس در ذات هر شیء قانونمندی ها، الزامات و تعهداتش نهفته است. مثلا روی اجسام شیمیایی، یا چیزی آب نیست و اگر آب، الزامات آب برش باره، میباید که تشنه رو سیراب کنه و آتش رو فرو بنشونه. در غیر این صورت که آب نیست، یا آتش، اگر آتشه میباید که بسوزونه بدون غیر شرط و بلا استثناء، کما اینکه خاک ذات شیء مشخص کننده الزاماتش هست. بر همین سیاق در دنیای حیوانی، کبوتر الزامات خودش رو داره، گرگ و مار و افعی هم همینطور. وقتی میرسیم به دنیای انسانی، یعنی دنیای آگاهی و اختیار، دنیای خردوری و آزادی، این هم عبث، پوچ و بیهوده نیست. در ذات انسانیت به خاطر آگاهی و اختیارش مسئولیت نهفته است. بلا برای چی؟ به این خصایل آراسته است. اگر جهان رو هیچ و پوچ بینگاریم، البته میشه سر این حرف ها چه کچونه زد، اما اگر در آفرینش انسان قصد و غرضی نهفته بوده، اگر آمدن و رفتنش، مرگ و زندگیش پوچ و بیهوده نیست، پس به خاطر همون شرافت انسانی، خصوصیات ویژه انسانی،
الزامات، تعهدات و در یک کلمه مسئولیتی برش باره، پیمانی در ذاتش ازش گرفته شده که هرچه آگاهی و خردوری بیشتری داره، هرچه بیشتر میدونه چی به چیه دنیا، این تعهد و مسئولیت، این پیمان سنگین تره. البته که انسان آزاده به مسئولیت‌ها و تعهداتش پشت بکنه در هر لحظه. هر کدوم از ما که اینجا نشستیم آزادیم در همین لحظه که خب زیر بار تعهداتمون بزنیم، لباسمون رو در بیاریم، لباس رزممون رو، لباس دیگری بپوشیم، بزنیم زیر مسئولیت‌هامون. به ما چه که مردم اینطوری هست، به ما چه که تاریخ سمت سوش چیه، به ما چه که اون همه برای بارور کردن درخت انقلاب، انقلاب نوین ایران، خون و شهید نثار شده و اون همه شکنجه تحمل شده. ما بریم پیک کارم، بریم دنبال زندگی. البته همه ما در هر لحظه، در گذشته و در حال و در آینده، برای این آزاد و مختار بودیم، ولی این نافی میثاق، پیمان و مسئولیتمون نیست. توی پوشیدن لباس رزم، اون هم در ارتش آزادی، پس تعهد و مسئولیتی خوابیده. سرچشمه و خواستگاه تمام این تعهدات، شرافت و خصوصیات ویژه انسان، اونچه که وجه ممیزه بین انسان و حیوانه. طبعا وقتی که کار میرسه به پیام آوران الهی، کار خیلی سنگین تره. اگر کسی که در حال پست دادن هست چون به مسئولیتی گماشته شده وظیفه‌اش رو خوب انجام نده و در همون فاصله دشمن شبیخونی بزنه یا مشکلی پیش بیاد، خب مسئوله. توی واحد شما، گردان شما و تیپ شما این امر کاملا روشن، ساده و شناخته شده است که وقتی کسی رو مسئولیت یک موضعی میگذارند ازش انتظار میره انجام وظیفه ای، یعنی مسئولیت به دوش کشیده. مسئولیت یعنی که پرسیده میشه از تعهدی که خودکار با آگاهی توی کارش وجود داشت. پوشیدن لباس رزم یعنی اون تعهد رو روش است. قبل از همه اینا، سرچشمه و خواستگاه همه اینها اونجاییست که انسان تفاوتش با حیوانات به خاطر حیطه آگاهی و اختیارش مشخص میشه. اینجاست که میبینیم میگه که زمانی که تعهد گرفتیم، پیمان گرفتیم از تو و از همه پیامبران، از نوح، از ابراهیم، از موسی و از عیسی، و تعهد سنگین از اونها گرفتیم، یعنی باید قیام میکردن به مسئولیتشون و پای الزاماتش میخوابیدن هرچه که بود. لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. چرا؟ این ناموس و روشی است که خدا مقرر کرده، به این وسیله میخواد تا بپرسد از اونایی که صداقت دارند، از صدقشون میخواد صداقت ها بارز بشوند در فراز و نشیب حوادث. آگاهی و اختیار رو داده که مسئولیت به طلبه تا باز بپرسه از اونهایی که صداقت دارند، از صدقشون، صدقشون رو به اثبات برسونند در مواضعی که گرفتند، و آماده بکنه و چه معکوسش اونور طیف برای دشمنان خلق و انقلاب
برای کفر حق ستیزان، برای ازداد تکامل عذاباً علیماً، حقشون رو. اگر صداقت به یک سمت راه میبره، طبعاً عدم صداقت، حق ستیزی، دشمنی با خلق، کشتار فرزندان خلق، شکنجه دادن به اونها، فرصت طلبی و انحراف، طبعاً پاسخ دیگری خواهد داشت که از ذات و از درون انسان میجوشه به طور اوتودینامیک درون جوش. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون بصیرا. ای کسانی که به این آیین گرویده اید، پس بیاد آورید بخشایش ها و نعمت های خدا را بر شما. آنگاه که لشکریان دشمن بر شما هجوم آوردند، پس بر ایشان بادی و نسیمی فرو فرستادیم و لشکریانی از آن گونه که شما نمی دیدید و برای شما نادیدنی بودند و خدا با آنچه که شما می کنید بینا و آگاه است. این سوره احزاب نامگذاریش از جنگ بزرگ احزاب که اسم خندق رو هم داره گرفته شده. در یک سرفصل مهم، در یک بزنگاه خیلی مهم، سه چهار برابر تمام قدرتی که انقلاب نوپای اون روز در شهر مدینه داشت، در شهر بسیار کوچک اون روز، احزاب دشمنان و جریانهای مختلف بسیج کرده بودند تا کانون انقلاب رو نابود کنند. در مجموع بیشتر از 10,000 نیرو که در اون ایام بسیار زیاد بود، چون جمعیت فوق‌العاده کم بود، تقریبا 3-4 برابر کل قوای پیامبر جمع‌آوری کرده بودند. این بار انقلاب می‌باید آزمایش وجود و لا وجود پس می داد. دشمن گارد تهاجمی داشت. این انقلاب نوپا در یک شهر کوچک بایستی که دفاع می کرد، یعنی کارش مشکل تر بود. وحدت عملی ایجاد شده بود، اتحاد عملی از همه ازداد، دشمنان رنگارنگ، در رأسشون جاهلیت و ارتجاعی که در مکه حاکم بود، بعد توایف مختلف یهود و گروه ها و جریان هایی که تماماً وجود خودشون رو در لا وجود اون انقلاب نوپا می دیدند. از جا اکم من فوق کم و من اسفل من کم. بیاد بیاورید وقتی رو که هجوم می آوردند از همه اطراف شما، از زیر و بالاتون، از شمالتون و از جنوبتون. و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، اونقدر که چشم ها گرد می شد، چشم ها در کاسه هاشون، در کاسه های چشم به دوران می افتادن که چی میشه؟ ابهام، ترس، وحشت، نگرانی. و بلغت القلوب الحناجر، جونهاتون به لب رسیده بود، قلبها به حنجره ها رسیده بود، جونهاتون به لب رسیده بود. و تظنون بالله الظنونا، چه خیالاتی براتون داشته بود در بحبوحه آزمایش، چه ظن و گمانهایی، چه تردیدهایی. حالا چی میشه؟ از بین میری؟ قدم بعدش چیه؟ داغونمون میکنن؟ پس روزگار پر فتنه بود. برای چی وایسادیم؟ به چه خاطر؟ همیشه وقتی که
طوفان‌های بزرگ در راهند، قبلش از فازهای انقلابات عبور می‌کنند، از مقاطعی عبور می‌کنند که این آزمایشات هست. زمانهایی که چشم‌ها گرد میشه، جون‌ها به لب میرسه و چه گمان‌ها و چه ذهنیت‌ها و چه تردیدها از ذهن هر کس عبور می‌کنه. از جاءکم من فوقکم و من اسفل منکم، از شمال و جنوبتون، از اطرافتون اومدن و حمله میکردند. از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. چنین لرزانیده میشوند و چنین به آزمایش کشیده میشوند ایمان آورندگان و می لرزانی میشن، لرزانیده میشوند، لرزیدنی سخت. قبلش آخه گفته بود لیسأل الصادقین عن صدقهم، تا اونهایی که استوار و پایدار و صداقت پیشه هستند رو بیان بارز بشند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. و یادار آن زمان رو که درویان، فرصت طلبان و همه اونهایی که در قلب هاشون فتنه و مرضی بود جز اون زن و گمان ها و تردید ها می گفتند که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، همین چیزایی که خدا گفت های پیروز میشین، فلان میشین و پیامبرش، اینا مکر بود، اینا فریب بود، اینا باطل و بیهوده بود. چه کشکی، چه آشی بابا، این حرفا چیزی جز غرور، باد و هوا، فریب، مکر و نیرنگ نبود. و از قالت طائفتون من هم، کما این که امروز میبینیم تمام متحدین بالفعل رژیم خمینی، گروه ها خورد و گروه ها میگن دیدین ایران و عراق با هم چیز شدن، ما گفته بودیم فایده ای نداشت جنگ و ارتش آزادی بخش و اینطور حرفا، اینا همش کشف بود، جاه طلبی سران مجاهدین بود، قدرت میخواستند، فریب بود، تبلیغات بود، بود نیرنگ بود. ای بابا بیان بریم ما خمینی مذاکره کنیم، ما این حرف چیه؟ راه ما رو بستن، نون ما رو آجر میکنن. یک مشت جوانان پرشور، هواداران ناآگاه مثل شما و رهبران ناصادق مثل ما، البته خدایی که لیسأل الصادقین عن صدق. و از قالت طائفتون من هم یا اهل یسرب لا مقام لکن فرجو. وقتی که یک مشت، یک گروه، بعضی از این جریانات فرصت طلب و انحرافی آمده بودند تو همون بهبوهی که از شمال و جنوب شما در معرض توطئه ها و تهاجم های گوناگون بودین، بیاد بیاورید که میگفتن یا اهل یسرب، آی مردم شهر، جای موندن نیست، فرج او، برگردید، آی اهل ارتش آزادی بخش، آی جوانان ناآگاه، جای موندن نیست، برگردید، کجا؟ برگردید، بالاخره تو پاریس یه سیته پیدا میشه، تو آلمان چی پیدا میشه؟ هایم. در لندن بالاخره یه جبهه لندنی پیدا میشه، اون ور خط هم، اون ور مرز هم که بالاخره سپاه پاسدارانی هست، لشهری هست، برگرد کجا؟ بریم به کارتون، ول کنیم بابا، تموم شد. و از قالت طائفتون من هم یا اهل یسرب لا مقام لکن فرجو. دیگه جای وایسادن نیست که، دیگه جای ادامه دادن نیست که، دیگه جای پایداری و پافشاری نیست که، یه خودی سرسده را میدازین، چی میگه؟ فرجه او، بریم خونه هاتون. و یستعزن و فریقون من همون نبی یقولون ان بیوتنا اوره. تا بعد یه دیگه جریان دیگه بیاد آوری، می آمدن اجازه میخواستن از پیامبر که جیم بشن،
اینا یه خورده ظاهر کار رو بیشتر درست میکردن و میگفتن این نبیوتنا اوره، خونه و خانوادمون بی سرپرسته، اجازه بدین الان ما بریم به کارمون. این نبیوتنا اوره، خونه و خانواده و قوم و قبیلمون بی سرپرسته، کسی نیست بهشون برسه، یک اجازه بده ما بریم واکانس. و ماهیه و اوره، اصل قضیهشون ولی این نیست که، اصل قضیه بی سرپرست موندن خانه و خانواده نیست. این یریدون الا فرارا، جز این نیست که قصد فرار و روی گرداندن دارند. بابا میخوان جیم بشن، بریدن. از جنبش و خلق البته که بریدن، مگه این همه لنگ و لگت زدن و تعن و لن و ارتش آزادی بخش و به رزمنده هاش از کجاست؟ خیلی ساده است آجون، بریدن، اهل این کار نیستن، میخوان که من و شما هم نرویم. و الا به خصوص بعد از فروغ جاویدان ببینیم منتهای دناعت، رذالت سیاسی و فرومایگی است. هر کس مدعی مارکسیسم میخواد باشه، مدعی اسلام باشه، بقایای رژیم شاه و خمینی که دیگه سر جاش، از این حجت بیانه آشکارتر و بالغتر، از این همه جانبازی، از این همه شکوه، از این همه مردان و زنان و قهرمانانی که در خاک خودشون خفتند، جسدهاشون هم برنگشت، این کافی نبود که برای همه به اثبات برسونه که طاق فدا و سمت و سوی خلق و انقلاب تا کجا ریشه دار و بالا بلنده در این ارتش آزادی بخش؟ از اراذل و اوباش سیاسی که دیگه بعد از این آزمایش بزرگ و کبیر هنوز به ارتش آزادی بخش یا به مجاهدین لنگ و لگت میزنن، ببینین که تا کجا باید رذل و فرومایه و بی‌حیا باشد، چقدر دنی باید باشد. خب خودت رفتی خوابیدی، دیگه حیا کن از فرط بریدگی لنگ و لگدش رو، با اونایی که با گوشت و پوست سوختند دیگه نزن. اگر ده شاهی صداقت می بود که اینطور نمی بود، هرچه هست رضالته. ولو دخلت علیهم من اختارها ثم سئل الفتنه لآتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا. البته که وقتی که صداقت نیست و وقتی که صفوف خلق و انقلاب و جنبش ترک میشه، به جاش ادعاهای کاذب هست، اگر که پاش بیفته، ولو دخلت علیهم من اختارها، اگه دست بده، اگه از یه جانب بهشون چشمکی زده بشه، درخواست فتنه ازشون بشه، فتنه‌گری، درنگ نمی‌کنن. لآتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا، درنگ نمی‌کنن جز یه ذره، جز اندکی، دست نگه نمی‌دارن. هنوز رژیم هیچ علامتی نداده بود، ببینید فقط آتش بس رو پذیرفت، یادتون هست؟ اونم از روی استیصال و اجبار. این یاروهای فرنگی و همه استحاله‌گرا و مذاکره جوها و آی، این شروع گشایش دموکراتیکه، شروع فضای باز سیاسی. شگفت، در مقابل خلق و انقلاب و رزمندگان آزادی اینقدر سخت و سنگدل در مقابل دشمن، در مقابل ارتجاع ضد بشری، پیوسته حاضر و آماده برای علامت دادن و گرفتن، برای چشمک و چراغ. چرا؟ چون فی قلوبهم مرض، بنیادشون بر مرض و فساد و تباهیه.
چون صداقتی در کار نیست. ولو دخلت علیهم من اختارها، و اگر پاش بیفته دست بده که اینا در معرض یه فتنه‌گری قرار بگیرند، معلومه که کوتا نمیان، ول نمی کنن، درنگ نمی کنن. لقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار و كان عهد الله مسئولا. حال اینکه قبلش از روی حرفای همه اینا، از روی موزه گیریاشون، از خود خمینی بگیریم تا همه این جریان ها و گروه های سیاسی، خودمون، تک تک خودمون، مگه قبلش شما عهد نبستین؟ مگه التزام نداشتین؟ مگه پیمان نداده بودید، پیمان نبسته بودیم که ما اینطور میکنیم اونطور میکنیم برای خلق خدا، برای خودمون؟ مگه شما پیمان نبستین، تعهد نکردین؟ لا یولون الادبار، پشت نکنین به وظایفتون، روی نگردونیم، پشتتون نکنیم. و کان عهد الله مسئولا، عهد و پیمان های خدایی همیشه موقع پرسیدنش، موقع سوالش فرا خواهد رسید، باز پرسیده خواهید شد در گیرودار حادثه ها، آزمایشتون خواهد کرد. قل لن ينفعكم الفرار، بگو فرار و پشت کردن هیچگاه سودی به شما نخواهد رسانید. ان فررتم من الموت او القتل و اذن لا تمتعون الا قلیلا. از چی فرار میکنید؟ از مرگ، از کشته شدن، از شهادت. و اذن لا تمتعون الا قلیلا، جز بهره اندکی هیچ چی نصیبتون نمیشه، چیزی به دست نمیارید. و در یک محاسبه ایدئولوژیک و در یک ترازوی ایدئولوژیک، کیست که بهره کبیر رو با سود اندک حاضر باشه محافظه بکنیم؟ قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمه. بگو راستی کیه که شما رو از خدا حفظ کنه، از خواست خدا درتون ببره؟ اگه برای شما بدی بخواد یا اگه برای شما خیر و رحمت بخواد، چی فکر میکنیم؟ اگر از یک دیدگاه تام و تمام انقلابی و توحیدی نگاه بکنیم، چی فکر میکنیم؟ از پیش مشخص بود، اگر نه برای ما، مسلم نه برای ما، برای خدا که مشخص بود که با چه افتخاری کدام شهید در کدام دشت و در کدام کوه و در کجای تنگه به ملاقات خدا خواهد شتافت. فکر چی رو میکنی؟ این دست شماست. از خدا که نمیشه در رفت، خیر براتون بخواد کسی جلوشو نمیتونه بگیره، که رحمت بخواد کسی جلوشو نمیتونه بگیره، زحمت هم بخواد همینطور. ولا یجدون لهم من نون الله ولیا ولا نصیرا، و هیچگاه نخواهند یافت به غیر از خدا برای خودشون سرپرستی و یاوری،